خدا نرا بالا عرش بچو خسته نباشه قربان جان تو خسته نباشه من نیستم من خودم بود پر در میارم بس در لعنت به اون شاد شد دستش دلا بر خوشم اومد باشد اومد من حالا بیشتر خوشت میاد بودو میگیریم بزنیم لعنت شب تو میرسم شب بودو بینم مرد نبینم منو بکره برو تو حالا لعنت جا بردار بابا بگی بگی رو هوا رو بگی اینه تارزان برای شد بده پایین داره تطیی میکنه بده پایین دیگه بده بگیرش من اومدم آره بگیرش بپا کنار بده برمو بردارم بده بده بردارم بده که اومد گله بیرم احمد من گرفتیمش بردارم بگیرمت گرفتیمت جایدی بچه ها رسیدیم دلاور ساهه من اینجا من راست میگم آره تو هم میده اخ کو ای خدا من هیچ فکر نمی کنم بعد چند سال بتونم به خاک وطنم برگردم قربان تو برم اینم مشلقه تو هم کم ببریم بچه ها خیلی مواظب باشین ها خاطر جمع باشین جا پرویستان هواشو داشته هاش نندازه را بیافت بینم من مجبوری زیادی برداری نفله بکن نریزه نه خودم هواشو دارم وای چرا قاچ پیرم من وخ رسیدیم به سرمنزل دل و دلبر خدا فز برای بچه ها خدا نگهدار خدا نگهدار بابا اون وقتی که از هند اومدم و اینقدر بودم و من قدر دیدم تو منو بوده ده بوده بله 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 سر و سر یارو دیده بذاری وای خدا الان که با ملاک بچه ها طبقی دیگه دیگه دواش لنده هور هشی کمه که میزنی به سر من تو جلتو نگاه کن جال خوز کرده ملیه ما رو خورد کردی حالا یه چیزی هم طلبکار شدی جناب آقای بلقوزی این من سو لغلقی خواهیتی درست شناختم دراز بینور تو دلاوری آره دلا که من قربونه برم بذاری زمین اینقدر زور نزن کار دست خودت میدی داشم داشم تو ما رو خیلی دست کم گرفتی کر خر بازو رو ببین و به نازم به این بازوهای قاچاق بپا نگیرنت بلن بالا این برا بازو رو ننداز بیرون چوب کبریت ببینه اسودیش میشه تو میره آرا چون داری نپختی دیار من سر بله قربون اومدم خب معرفی میکنم ایشون مسئول لغلقه پسرخوره اینجا بسن دل و بالا تو بنازم دلاور جون من چند دقیقه دیگه کارم تموم میشه کجا میتونم ببینم باید میریم دکه قراب بد لبی تر کنیم هی دوستشی تو هم بیا اونجا جناب لغلقه مسئول جون زود بیا که دلم واسه مادرم یه ارزن شده تو نمیری آره تو بمیری دیدم پین دفونزه سال چند دفعه اومدی دیدی آهای مسئول کفت کاری اومدم میام چه خیر خب خدافظ تا چند دقیقه دیگه میام پیشتون بچه‌ها خیلی خب برو بستر خلال دندون میمونه بستر خوشمزه‌ایه بریم بچه‌ها گفت کجا برم
دکه قرابه قرابه پیتو پیتو قرابه پیتو 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 آی قرابه پیتو 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 قرابه سامنه نیکو منصور بله اونا چی بودن؟ مگه دلاور رو نمیشناسی؟ دلاور؟ پسر فاطمه خانم کلفت منزله داییم؟ آره دیگه برگشته جوف دک جور کشه ربتو دلاور جان خوشه ربتو جوف دک جور کشه ربتو تیر تیر مرا کشه ربتو جوف دک جور کشه خدا نگاه کن عجب آوه تنازه تنم بره آقا ابرام بهش بفرما بزن بفرما خانم بفرما زخم مار بی شورای احمق اخ گل معذرت میخوام خانم ولی تقصیر ما نبود تقصیر اون ولگردایی نفهمه این دفعه اولشون نیست مخصوصا پوست موزه رو میندازن که مردم بخورن زمین اونو بخندن آه که این طور باریکلا آقایون خوشتنبه آقایون لوتا مگه شما خوار مادر نداریم بلش بشه چرا همچیشون اشتهای گرفتیم حتی قندق دفتالته خوشم اومد بسر خاله جون شما شنفتین که میگن از پس هر 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 آخر هق هقیز بگیم آتر خوبه بزر پای بنده بوده خدا خود زحمت بکشی خودش خفت همشون بر میاد آج بیا رو کجا قیم شد چی شده؟ به سرخانه منه میزنن؟ های نفس پس که الان ناکارشو میکنم کجا بیا بابا یک دو سه چار پنج شیش هفت هشت نه در زنده باد برنده برنده باشو ماشالله ماشالله شیرین کاشتی دست دیگه بابا حریفتو ناکود کردی ولش کن بس بره خیلی زدیش دفلکو داره میمیره نیه ها اونجا که بهت گفتم کره خل بازو رو ببین ببین ما این شارو دیدم بدم خدمتتون قابش کنی استحبه برکون دیگه حتما بود ناقص بشیم دیدی کامانه دیدن همشون رم کردن ببینم اون دختر خانومه کوبر رفت بیمعرفت رفت خوب است چی رفت دلو برش میگم بریم خوب بچه جون من میرم دلو بسه مادر قربان چه مرمت زیاد با امیده دیدن دلو برش خب که ببینیم ادارا فردو هم دیگه رو ببینیم باشه برو بریم شافتتون فلان بشین الهی بیاره بلا تو رو به خدا بفرمایین کلو چه؟ خواهش میکنم بدون کلا بفرمایین تو تو برو تو لغلقی دراز بلم لغم اون بیشتر شد دارم گری میلارن بس اون بگیم باکه حال وقتش نیست تو کت ملکوت کن آره نمیدونید چه حالیه گلم دره مثل سیر و سرچه میجوشم آخه این چه سلام مرمر جون حالت خوبه؟ به تو چه من تو دکتر بغل؟ نه دام پزشکم به خاله جون بگو بیاد بیرون خالت با خانم رفتم بیرون خرید کنن اوناها سندارم میام خیلی گرون فروشه بر همین من ازش چیزی نخریدم بله دلا بر مامانت اوناها سلام 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 مادر جون خیلی دلم واسه تنگ شده همیشه به فکر تو بودم مادر جون منم همیشه چشم به راه تو بودم میترسیدم عمرم کفاف نده و دیگه تو رو نبینم ببینم این دلاوره بله سلام عرض کردم خانم به ماشالله واسه خودت مردی شدی بفرمایین تو ممنونم همینجا خوبه خانم جون چرا تعارف میکنی پسرم مگه با ما رو دروسی داری بیا تو خانم هر چی شما میگی ما کوچیک شما چیزی کش نریا خفه خون بگی پس برو تو دلمه بادی جون انقدر دیلمو نچزون
بیا اینم اتاق مادرت. کوچیکی یادت میاد؟ البته. خب شما حرفاتونو بر هم بزنین تا من لباسمو عوض کنم و بیام. برو چای بیار دختر. چش خاله. منم میرم و اینو که باور جو علی عقل لقی. بلور جونم مواظب باش من اومدم. مادر جون بیا بگی بشین خستگی در داره قربون قدت. خدا نکنه لق لقی هم به قربونت بره. خب مادر جون تعریفم ببین. چی بگم مادر؟ حرف بزن. تعریف کن ببینیم دیگه. آخه از کجاش بگم؟ از جاهای خوبش. چاخان کن ببینیم. راستی ببینم از اون دوزای دریایی به طورتون خورد تمام فن فن گرسی هیچ فریه دریایی به طور انداختی از اون پریاب قشن مچنگ گوگولی مکلی از اون توپل مپولیاش از اون پریای سوسمار نشان آی تو کتا بیا جون من بمیرم بذار برم کسی سال من کسی سال سوسمار نشان من بایی سال مایم بیا چای تو بخور مادر جون دلم برات یه ذره شده بود نمیدونی چه حالی بودم آه قربونتم برم آیش مرمر جونم تو پل جونم تو اومد دوزستی کار کنی اومدم که یواشکه یه بوسرت کنی بیا زود باش برو گم تا بوس ندی گم نمیشم من اینجا پجده نمیشم خانم حالا من چی کار بکنی؟ برم تو یخچال آره به چی جونی برم تو یخچال یخ میبندم آن سلام خانم سلام چرا در یخچال واز نمیشه؟ سه میدونم خانم زود تلفن کن بگو بیان درستش کنه. ساز خان. لغلقی، لغلقی زود باش در بازش کن. خانم رفته. زود باش بیا بیرون. در باز کن دیگه زود باش. جون باش دیگه اینقدر خودتو لوس ندو. وای، چرا همچین شدی؟ همش تقصیر توئه. من مریم جون بله دلاور پسر فاطمه خانم اومده نمیای ببینیش راست میگی آره دخترم صبر کنین الان حاضر میشم منم میرم لباسم عوض کنم حاضر شدی صدا خیلی خوب وای خدا اومدم ماما جورابم جورابم خوب اینجا بگو خدا این لنگه جورا پیش با من ازدواج کنی آره سلام سلامت سلامت باشین خانم ممنونم شمایی مامانم بهم گفت که دلاور اومده منم اومدم ببینم اتون خیلی متشکرم خانم من همیشه سراغ شما رو از فاطمه خانم میگرفتم منم همیشه تو نامه‌هایی که به ننم مینوشتم به شما و خانم والده و پدرتون مفصل سلام میرسوندم میدونم چون همه کاغذ رو من واسه مادرتون میخوندم خوب کاری کردی هممون خوشحال شدیم خیلی ممنونیم خانم با کلاه کروکی تعظیم عرض کردم سلام بابا جون اگه گفتین کیه اگه اشتباه نکرده باشم دلاوره ها دلاور اینطور که میبینم جوون ورزیده و دنیا دیده ای شدی انشالله که در زندگی موفق باشی خیلی ممنونم قربان فاطمه خانم اینم پسرت که واسش بیتابی میکردی مثل شاخ شمشاد جلد وایساده خدا سایه شما را از سر ما کرد قربان ما داشتیم مرخص میشدیم اجازه میدیم بشین خواهش میکنم بفرمایید دلاور بازم ببینم ازون اطاعت میشه قربان فعلا خدافظ همه خدا سپاس اون دنیا منتظره خدافظ Oh!
چی شده؟ پام پیچی، ممکنه در رفته باشه. آخه الان ببرم دکتر. نه نه، مثل اینکه خوب شد. خوب شد؟ آره. ببینم شما اینجا چی کار میکنی؟ من فکر کردم به یاد خاطرات گذشته ممکنه اینجا بیاد، برای همین اومدم اینجا. هنوز یادته؟ مگه ممکنه یادم رفته باشه؟ چه روزگار خوبی بود. یادت میاد آخرین روزی که با هم بازی میکردیم؟ 15 سال پیش درست همینجا بود، داشتیم توپ بازی میکردیم. بچه هم بازی نمی کنم. بیا بازی کنیم بچه ها. مریم ببین چی پیدا کردم مال تو. چقدر قشنگ. بچه ها بیاین اینجا. چی شده؟ ببینین اینه دلوار پیداش کرد، دادش به من. بده ببینم. نمیدم همینطوری نگاش. بده به من که تو کتا برداریه. نمیدم دیگه، اینه دلوار پیداش کرد، دادش به من. دلوار ازش بگیر. یلا بده به. نمیدم. زود باشه بشه بارو کنار بینم. بزنم بزنم بزنم. آره تو ببینی تو نسی حالا میبینی. آره با نشوینم. اینو بارو که واسه من دور برداریم. مریم به مامانت بگو پرویز سولت داد تو بچم چی بلای سرش اومده؟ هیچی. پرویز میدونی اونو الان کجاست؟ آره زنده ای. شما بیا بودوی زودتر سوار چی؟ بچم مریم ناراحت بشن خانجون. برو بالا زود بشین عجله کن. مریم حالت خوبه؟ طوری که نشدی عزیزم. عزیزم چه صافت؟ چرا انداختش تو آب؟ به خدا من انداختم. خفشو اگه یه دفعه دیگه ببینمت با مریم بازی میکنی قلمای پاتو خورد میکنم. آخه بچه قهرتی که تو با یه بچه کلفت بازی میکنی؟ برش دار بری. دخترم ناراحت نشو، الان میریم لباسو تعوض میکنیم. برو عزیزم سوارش. گریه نکن پسرم. خدایی ما هم بزرگه، ما هم خدایی داریم. منم یادمه از جریان اون روز خیلی متاسفم. من حالا به جای پدرم از تو معذرت میخوام. مهم نی گذشته. من فکر میکردم با یادآوری دوران کودکی تو رو خوشحال میکنم، نمیدونستم که ناراحت میشی. بعد از اتفاق اون روز من دیگه تو رو ندیدم. مادرت گفت که به مسافرت رفتی. بله فردای اون روز مادرم منو به دست عموم که کارگر کشتی بود سپرد. میدونی که من مجبورم جگرگوشم رو از خودم دور کنم، چون تو خونه بزرگزاده دیگه جایی برای اون نیست. دلم میخواد مثل بچه خودت مواظبتش کنم. مطمئن باش دلاور. مادر جون بهت قول میدم وقتی برگشتم دیگه کسی نم بلند کنه. خداحافظ. خدا سپرده. خدایا خودت پسرم رو حفظ کن. از اون رو به بعد من با عموم همیشه تو دریا بودم، اما یه دریا ناراحتی و غم و قصه تو دلم بود. پارسال عموم مرد. خیلی متاسفم. دیگه خیلی تنها و بیکس شدم. این بود که برخلاف میلم تصمیم گرفتم دوباره به اینجا برگردم. حالا دیگه نمیدونم تقدیر با من چی کار میکنه. با خداست. خدا بزرگه. فکر نکن. میدونی بالاخره هر کس یه جور سختی و مشقت تو زندگی میبینه. من انقدر خوشحالم تو رو دیدم که حد نداره. منم همینطور. ازت خواهش میکنم اگه ممکنه همینجا بمونی. من به بابام میگم تو کارخونه بهت کار بده. این دستگاهیه که تازه خریدیم. محصولات روزانه ما 3 برابر شده.
دستگاه هواکش هم دادم همه رو نصب کنم. سلام علیکم. وای وای ببخشید. وای خودشو خیلی کاشم رئیس مانو دید. وای سوتو کشیدم. مرخونه تحتیل شد. من میرم. منم باهات میام. نه جونم من تنها میرم. ای ناغلا چه مریته؟ ناغلا باز داری میری پیش اون؟ فرمایش بود تو با این کارت بالاخره یه کاری دست خودتو مادرتو من بدبخت میدی. برو بابا تو هم دلت خوشه. آخه از قدیم ندیما گفتن لقمه بزرگ تو گلو گیر میکنه. اینقدر دورو بر مریم نگرد. تو فکر نمی کنی که هیچ وقت یه دختر ارباب زن نوکرش نمیشه؟ تازه آقای بزرگزاده میخواد اونو به پرویز خان که هم پسر خواهرشه، هم میلیونره، هم مدیر این کارخونه است بده. اون وقت تو رو سنن آن چقدر بر میزنی سرمو بردی چاله گنجش خوردی پسر. الو ادبت میکنم. منو بیار پایی. بیارم پایی حالا من چجوری بیارم پایی؟ در نرو یه وقتی دوست کریم مارم قاطی پول دارا برده. نمک نشناس پست، کارت به جایی رسیده که میخوای دختر منو اخفال کنی؟ پدر اون نمیخواد. خرشو بیلی آقت خجالت نمیکشی بایه بچه کفت معاشرت میکنی؟ وقتی مردم ببینن چی میگن؟ تو موقعیت خودت و پدرتو نمیتونی تشخیص بدی؟ پدر سمون شو. این قرصه یک گدا منش برو بالا. چقدر دوست دارم به سفر با مرمری الهی بر نپری. با چه حرفهای قشنگی میزنی؟ راست میگی یا این که شوخی میکنی؟ کم بذار سر بذارم هین والا خیلی کار دارم. گردی و گلوم بهی مثل هلو اون
اون لبون ترشه مثل آلبالو. من ملت هستم نه ترشم نه شیرین، دستم و ماچ کن و مزش رو ببین. تندو مثل فلفلی بین کفت قلقلی، اون دو چشمونت میده آفت جون دلی. شونه میگیرم برات کس واسه اون باد، هر جا که خواستی بری من خودم میام باد، من خودم میام باد. گرچه مرمر جوونه درسش و خوب روانه، یار چاپان نمیشه کلفت توی خونه، کلفت توی خونه. گفتم و بازم میگم مرمر جونم، میدونی اینو منم خوب میدونم. آی جغور رو آی بغور میخواد دلم، مثل تو مثل تو مثل تو گردن بلور میخواد دلم، گردن بلور میخواد دلم. باید لمس شدم. کجا رفتی؟ بایست ببینم، بایست ببینم سیاه سوخته. دلم کجا میخوای بری؟ میخوام دیرم سوده، خانم پدرمو در میاره. دلم کن دیگه، بذار برم. یه ماچ اضافه به من بده و بعد برو. نردی؟ همین الان میام میستونم. از مادر جون، پرویز خان گذشت از اینکه پسر عمت و وصله تنمونه، خیلی هم با شخصیت و سرشناسه. الان همه کارهای پدرتو اون اداره میکنه و از بچگی هم که بهت علاقمند بوده. دیگه چی میخوای؟ من که اول بهت گفتم مریم حرفی نداره، اونم از کوچیکی پرویز رو دوست داشته. حالا پاشو هرچه زودتر وسایل عروسی رو فراهم کن. دلم میخواد تا فردا پس فردا این کار تموم بشه. چشم، از همین حالا دست به کار میشم. انشالله که مبارکه. الهی به پای هم پیرشی. بسه دیگه. جناب آقای پرویز خان، بنده به هیچ وجه حاضر نیستم با شما ازدواج کنم. ازتونم خیلی بدم میاد. خواهش میکنم دیگه برای این موضوع تو این خونه تشریف نیاری. ممنونم. دختره یه بیشعور، دهنتو ببر. حالا دیگه تو روی منم وای میسی؟ بزن اینشتای جان. بیا بریم مریم، بیا بریم. عجب دوره و زمونه این شده. دختره یه بیحیا خجالتم نمیکشه. حالا که اینطور شد فردا صبح آقا رو خبر میکنم، میگم صیغه عقد تو با پرویز بخونه. بیا. تو فعلا برو کاراتو رو برا کن، فردا صبح زود بیا اینجا. چشم دایی جان. تا اومده اومدی اینجا چی کار؟ با شما کار دارم. خب دایی جان من مرخص میشم، مرمت زیاد. خداحافظ. بگو ببینم چی کار داری؟ اجازه میدیم بیام تو؟ نه، هرچی میخوای بگی همینجا بگو، زود باش. شما بهتر از هرکس به زندگی من واردین. چه جوری بگم، حق پدری به گردن من دارین. به مادرم خیلی خوبی کردین. حاشیه نرو، زودتر اصل مطلب رو بگو ببینم چی میخوای بگی. من و مریم قلبن و واقعا همدیگر دوست داری. قد کردی مریم رو دوست داری؟ دهنتو آب بکش نفه. چه غلط ها. واقعا مسخره است. پسره بی سر و پای احمق بی سواد خجالت نمیکشه. برو گم شو. ببین چه وضعی برای ما درست شده. داره به کلی آبرو و حیثیتم میره. دیگه کار ما به جایی رسیده که یه بچه کلفت اومده از دختر من خواستگاری میکنه. خنده آوره. بیشور. مادر جون گریه نکن. نسرین. بله. بیا اینجا. الان اومدم. عزیزم ناراحت نشو. تو باید بشینی باهاش صحبت کنی. خیلی خوب، با دعوا که کار درست نمیشه. غذا حاضره، بفرمایید. Thank you.
برو صداش کن بیاد نهارشو بخوره. تو دعواش میکنی، تو کتکش میزنی، حالا منو میفرستی دنبالش، چرا خودت نمیری؟ آخه عزیزم خوب نیست من برم، سبک میشم. از قدیم گفتن یکی باید ببره یکی باید بدوزه. آخه از بس تو بریدی و من دوختم دیگه خسته شدم. مریم جان، مریم، مریم، خدایا دخترم کمکم کنی به دادم برسین، دخترم کجا رفته؟ چیه؟ چه خبره؟ چی شده؟ یا حالا راحت شدی؟ اونقدر بچه من اذیت کردی تا فرار کرد، الان میره خودشو میکشه. مریم جون، دلبر، مریم تو اینجا چی کار میکنی؟ من از خونمون فرار کردم، اومدم برای همیشه پیش تو بمونم. پدر مادره چی؟ اونا ممکنه واسه ما درسر درست کنن، هیچ فکر اینو کرده؟ اونا نمیتونن به ما کاری بکنن، من به سن قانونی رسیدم. بیا اینم شناسنامه. فکری بکنم. نه ببین مریم جون، من هنو آمادگی اینو نهرم که. پس معلوم میشه تو منو دوست نداری، تمام اظهار علاقت ساختگی بود. این حرفا کدومه؟ من تو رو خیلی دوست دارم، واسه همینه که انقدر ناراحتم. آخه تو چطور میتونی یه دفعه تو اون قصر باشکو بیا تو این اتاق خرابه من زندگی بکنی؟ اینجا در مقابل خونه پدرت مثل یه قفسه. گذشته از این، من به حقوق یه امام بلکه یه سالم نمیتونم یه دفعه این لباسایی که تو میپوچی واسه بخرم، نمیتونم اون غذای چرب و چیلی رو که شما میخوریم واسه فراهم کنم. والا قدرتم خارجه. نه دلاور، من برای خونه و لباس و غذا پلوی تو نیومدم، من تو رو میخوام با تو زندگی کنم. این اتاق محقرت برای من از قصر پدرم بهتره، نون خالی تو برام بهترین و لذیذترین غذاست. مریم دلوار، مرطوری شده میرم پولی بر رو هم میکنم، تو همه فرد و پس فرد و با هم عروسی میکنم. بیا 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 بیده دست چپ بیده دست راست، بیا بیا خوبه برمش کن استوب. آفیه دونه انار دونه انار سیسا دونه مرواری خفه شد بابا دکتر گوچا. آقای رئیس با شما کار دارم. با ما این شله که خیلی پیشته که مگه مرض داری؟ پیشته؟ سلام قربان. باید هرچی ازت میپرسم راست بگی. تو چشم. مریم از خونه فرار کرده، ما همه جا رو دنبالش گشتیم اما پیداش نکردیم. تو میدونی کجاست؟ بله قربان. کجاست؟ خونه منه. چی گفتی؟ خونه تو؟ بله. بیا هرچی پول میخوای بردار، حاضرم هر دختری رو بخوای برات بگیرم، خرج عروسیت هم میدم، به شرطی که دست از سر مریم برداری. نه آقای بزرگ زاده، من پول نمیخوام، فقط موافقت کنین من با مریم عروسی کنم. پوستتو میکنم، به عنوان اخفال دخترم میدم زندونیت کنن. قربان بنده دختر شما رو اخفال نکردم، اون با رضا و رغبت خودش پیش من اومده. نه شناسنامه بلوغ رسیدم، دیگه اختیارم دست خودمه. احمق بیشور، دیگه نمیخوام اون قیافه نحستو ببینم، اونم دیگه دختر من نیست، از ارث محرومش میکنم. فکر کردی میتونی با گول زدن اون ثروت منو به چنگ بیاری؟ اونم لیاقت تو آدم لات و بی سر و پا رو داره، نه یه آدم با شخصیت. درست عرضت آقا، من لات و بی سر و پا هستم، واسه اینه که پول ندارم. در نظر شما شخصیت و بزرگی به پوله، پس من باید خدای خودم شاکی باشم که منو پول دار نکرده. اگه فرد تو هم ورشکست بشی و پول تو باد ببره، تو هم میشی مثل من لاتو بیستر را پرم.
بیرونت کرد؟ آره دا بزرگه، پرتو شده میرم کار پیدا میکنم، نمیذارم گشنه بمونی. دلاور، دلاور، این چه دست گلی بود آب دادی؟ کدوم دست گل؟ حالا دیگه خودت هم به کوچه علی چپولی میزنی؟ نه فهمم منظورت این حرفا چیه؟ بلند شو کام هیر بیا اینجا. چه؟ آخه چرا بزرگزاده رو کشتی؟ آ چه داره میگه پسر؟ مای بزرگزاده رو کشتم؟ واسه همه آره، واسه ما هم آره باره؟ باره بابا. مگه تو این کار رو نکردی؟ نه، ما به خاطر مریم فقط با هم بگو مگو کردیم. اون زدتر من شکست و کارخونم بیرون. بگو جون تو، من اصلا دست رو به اون بلند نکردم. تو بمیری من هیچ کارش نکردم. مریم متوجه ما شده، بزرگزاده رو کشتن، پولای کارخونه رو هم دزدیدن، همه رو هم گذاشتن تقصیر تو. پلیس، پلیس، زود باش برو خودت یه جا قایم کن تا بعد یه فکری بکنیم. زود باش. چیه؟ چی شده؟ هیچ چیزی نه. چرا همچین میکنی؟ نه هیچی نشده، همه تو میره خیار بخری، خدا آب دو خیار بخوریم. آره دیگه. بفرمایید اینجاست. سلام. دلاور کجاست؟ دلاور کجاست؟ دلاور کجاست؟ دلاور چند دقیقه پیش اینجا بود اما نمیدونم کجا رفتش. همه جا رو بگردی؟ بگردی؟ مگه اون چیکار کرده؟ اون پدرتو کشته. چی؟ این غیر ممکنه. صندوق کارخونه رم زده. دلاور همچین کاری نمیکنه، تو دروغ میگی. شما میخوای واسش دردسر درست کنی. شما اشتباه میکنین خانم. میتونیم بیایم بیمارستان و وضع پدرتون از نزدیک ببینیم. قربان همه جا رو گشتیم، نبود. خواهش میکنم منو زود برسونیم بیمارستان. بفرمایید. خواهش میکنم. منم باید زودتر خودمو برسونم به تیمارستان. آسی برو بو آسی بیا که گور به شاخه نزنه سری به دلاور نزنه. دلاور، دلی جان، دلی، دلاور، دل دلی، کجایی؟ ها کجایی؟ اوی اونجایی؟ رفتم. آره رفتم. زود باش، جایی هم رفته بودی. بودو دنباله من بیا. خدا نکن آدم بد بیاره. مادر جون، دخترم، دیدی چه خاکی به سرم شد؟ مادر جون آروم باش، خواهش میکنم. ناراحت نباشین، ما سعی خودمونو کردیم. فکر میکنم دیگه از خطر گذشته. خدا رو شکر، خیلی متشکرم. خواهش میکنم. خیلی معذرت میخوام، خواهش میکنم بذارین استراحت کنیم. مادر جون تو پرویز برین خونه، من اینجا پیشش میمون. چشم. تو رو تنها نمیذارم، از این به بعد دیگه هر جا بری دنبالت میام. با همین جو منتظرم باش تو بیام. خیلی خوب.
صحبت پدرت هم که در واقع مال توه میرسه. میدونی چون تیرش به سنگ خورد این کارو کرد. اون پول و ثروت تو رو میخواست، نه خودتو. حالا بهت ثابت شد عزیزم تو این دنیا هیچ کس به اندازه من تو رو دوست نداره. خواهش میکنم تنها بذار. میخوام یه کمی فکر کنم. خاطر تو این بلا سرم اومد. حالا که تو دختر خوب و حرف شنوی شدی، میخوام با موافقت خودت هرچه زودتر عروسی تو و پرویز رو را بندازم. چطوره؟ هر طور که شما صلاح بدونیم پدر جون. باریکلا دختر خوبم، بریم. مرمر بخ بخ من، بیا مرمر جونم، بیا قربونت برم. چی میگی؟ بلور جونم حالت چطوره؟ با من حرف نزن جون، نازتو برم، چرا باید حرف نزنم؟ شنیدم تو سرت با یکی دیگه کرمه که اینقدر دیر سراغ من میاد. غلط کرده، هر کسی این حرفا رو به تو زده. اگه بند از بند من جدا کنن ها، من غیر از تو به کسی شوهر نمی کنم. یعنی زن کسی نمیشم. ببین از هولم وقتی میبینم زبونم بند میاد، نمیتونم درست حرف بزنم جون. خب حالا سیکارم ببینم چه حال و چه خبر. هیچ، امروز قرار آقا رو از بیمارستان ببین رفتی خونه به فاطمه خانم بگو دلاور گفت آخر شب بیا زیر پل میخوام ببینمت. فهمیدی؟ قربونت برم کریستال من. پچرا نیومد، خیلی بیل کرد. حالا دیگه باید پیداش بشی. او اونا اومد از اون بالا میام اینگه نداری به قربون قدیت مادر الهی. سلام مادر. سلام پسرم. حالت خوبه مادر؟ چی عیزه دلم، چرا گریه میکنی؟ هیچ، به بدبختی خودم عشق میرسم. نمیدونم به درگاه خدا چه گناهی کردم که باید تو زندگی این همه عذاب و ناراحتی بکشم. بعد از چندین سال دوری و ناراحتی و رنج و عذاب، وقتی تو برگشتی انگار دنیا رو به من دادن. فکر کردم دیگه همه بدبختیام تموم شد. نمک روز زخم من نپاش، خدای ما فقیر بیچاره اون بزرگه. بگی پسرم، من یه خورده پول واسات فراهم کردم. بگی. نه من پول نمیخوام مادر، احتیاجی ندارم. ما یه کار حسابی واسه خودمون پیدا کردیم. تا چند وقت دیگه حسابی پول دار میشیم؟ دیگه نمیذارم پیش اون بی چشم رو کار کنه. دلاور میدونی که من تو دنیا غیر از تو کسی رو ندارم. از جون من بیشتر دوست دارم. اما اگه بفهمم خدایی نکرده دست به کارهای بد و ناشایست و زشت بزنی، تا عمر دارم اسم تو نمیارم و تو رود نگاه نمی کنم. نه مادر، مطمئن باش پسر تو نجیبه. خب مریم حالش چطوره؟ خوبه. فرد و شب جشن نامزدی اونو پرویز. چی؟ قراره تا آخرای این هفته با هم ازدواج کنن. خاله جون دیر وقت، یه سوار تاکسیت کنم و برو. سلا نیست دلاورم بیشتر از این اینجا باشی. خیلی خوب مادر جون، من میرم. تو خیلی مواظب خودت باش پسرم. خدا خدا حافظ. به امون خدا. به خدا سپردمت. تو برو من میام. آی تاکسی. سلام، چه عجب اومدی پیش من؟ را گم کردم. آخه چرا اوقات ترخه؟ حرف بزن. ولم که با تو هم حوصله داری. حرف بزن.
من نمیتونم ناراحتی تو رو ببینم. تو رو خدا هرچی هست به من بگو. نکنه منو دست انداختی. برو لباستو بپوش. مگه اینجوری چه عیبی داره؟ من اینطوری راحت ترم. من تصمیم گرفتم با تو همکارات کار کنم. هنوزم سر قولت هستی؟ اوهو، چطور شد عقیدت برگشت؟ آخه احتیاج به پول دارم. آه، حالا اومدی تو را. من میخواستم تو این باند یکی رو داشته باشم. لا اله الا الله، داره اخلاق ما فاسدی میشه. اتفاقا قرار امشب یه معامله انجام بشه. تو رو میبرم معرفی میکنم. باید خودتو خوب نشون بدی. از طرف من خیالت راحت باشه، دجال بشری حریف من نی. اوهو بله. برگردم؟ نه یلا الان حاضر میشم. پوشیده؟ آره. برگردم؟ آره. خب رو بیاف با دق کردم. بیا تو بشین پشت فرمون. بلش من. ببینم کجا داری میری؟ من نمیره صاب ماشین شدم. تو ماشین بریم. صاب ماشین شدی؟ مجانیه؟ بح بح، واسه یه تناب مجانی هم برداری. بفرمایی صندوق عقب بفرمایی. من جنسا رو به دو برابر قیمت که تو میگی به کسی دیگه ای فروخته دارم. حالا دیگه سربالا جواب ما رو میدی؟ اگه گذاشتم کسی از تو جنس بخره. باشیم بریم بچه ها. باشیم بچه ها بریم. آقایون لطو رو ما اومدیم همه در رفتن. ما اینیم دیگه. سلام، دلابر که معرفی میکردم اینه. حال شما؟ من از میخوام پسر خالشه. قربون تو. سلام علیکم، رسیدم به خیر. معذرت میخوام، دستم کثیف میشه. ما حاضرین. آدیز دلابر جای همیشه که منتظر تونست. باریش به سلامتی همه. سلامتی. آقا باجری سلامتی. اونک شدن باشیم بریم بچه بریم بچه بزنگیریه جالبی بودا. باشد اومدن دوی من بگواری جلو. جان ساز داره بلورت کن بیاد. بولا آزره، بهش بده. خوبه؟ نه بابا، تخه. خب، حالا اگه ما تو رو بکشیم، چی کار میکنی؟ من قبلا فکرم به چی رو کردم. اگه تکون بخوریم با این نارنجه کمتون رو خاکستر بکنیم. سوار شو. آرزوی من اینه. خانم ها و آقایان، از اینکه دعوت منو پذیرفتین و به جشن نامزدی دخترم و پرویز خان خواهرزادم تشریف فرما شدین تشکر میکنم. نامزدی مریم و پرویز رو به اطلاع همه میهمانان عزیز میرسونم. بفرمایید. متشکرم. تبریک میکنم. مبارک هستم. مریم جون مبارک. تبریک میکنم.
گفتیم که مریم ناراحته. میگن به زور وادارش کردن زن پرویز بشه. وا آقا دو نفر حاجی پیروز اومده دم در، میگه که آقا گفته بیایم. من کسی رو دعوت نکردم. حالا دلشون رو نشکن، شوگون داره، بذار بیان تو. بله راست میگن. خیلی خوب بگو بیا. بسیار خیلی جالبه، خیلی عالیه. میگفتن که مریم پرویز رو دوست نداره و دلاور رو میخواد، پس چطور شد که یه دفعه عقیدش به این زودی برگرد؟ نمیدونم. آبه خویم میشم بری بری. آبه خویم میشم بری بری. آبه خویم میشم بری بری. آبه خویم میشم بری. نقشه بکش همین رو یه نقشه میگیشم کم رو شروع برای نوایشه شروع کن ببینم. آقا شاد اومد میشه بد نیست بشه. آقا شاد اومد میشه چشم روشنی میبرن براش. چشم روشنی میبرن براش. آقا شاد اومد میشه او بکه بشه. آقا شاد اومد میشه نقل و نبات میریدن به پاش. نقل و نبات میریدن به پاش. میره پیش دل برش مینشینه در برش. گل میگه این گل میشنفه یاره از این گل بهترش. بزنین دست بزنین جشن بود هر روزیه. بزنین دست بزنین جشن بود رو پوچیه. قربون برم دل برم دل بر و تاج سرم و همین سر و سر برم و تنها فقط تو رو داره غیر از تو یاری نداره. ای گل و زار مباره بعد آقا که شادونه یارم خودش خوب میدونه. دو مادی نوبت منه هر میزنم از قفتم میرم به یارم برسم. به گل و دارم میرسم به گل و دارم میرسم. بسته نباشه، بسته نباشه، خیلی عالی بود. بیا اینجا ببینم. بله اینا رو ببر تو آشپزخونه بهشون غذا بده. چشم، بفرمایید. خدا آوازتون بده. بله بفرمایید. چی شده؟ اینا رو هم ببریم بخوریم. در اومد باشه. الهی خیر ببینی ارباب، نمیری تا به موقعش خودم چالت کنم. من از مریم خانم خواهش میکنم به مناسبت جشن نامزدیشون یه آواز برای تویی ترانه دلم تویی بهانه گل رنگ بو نداره.
قباز پاس اومدی اینجا شکار؟ مریم خواهش میکنم برفای من گوش کن، ببین چی میگم. اگه من قصد کشتن پدرتو داشتم، اگه من پولای پدرتو رو دزدیده بودم، دیگه تا جون تو بدنم بود هیچ وقت روم نمیشد تو روتو نگاه بکنم. این کار نقشه یادم کثیفی بوده که میخواستم من تو رو از هم جدا بکنم. باور کن مریم. اونی که این کارو کرده کی؟ والا من نمیتونم بگم، یعنی اگرم بگم کسی باور نمیکنه. پس چی کار میشه کرد؟ قراره تا چند روز دیگه منو پرویز عروسی کنی. و ازت خواهش میکنم هر طور شده یه هفته عروسی رو عقب بنداز تا من بتونم بیگونه ایم. مریم کجایی؟ بابام اومده، حالا چی کار کنی؟ بیا برو این تو زود بکش. بله مریم. بابا جون چرا اومدی اینجا؟ بعده مهمونا همه سراغ تو رو میگیرن. بیا بریم بابا جون. اومدم لباسم رو عوض کنم. پس زودتر بیا، زودتر. خیلی خوب، خیلی خوب، زود باش فرار کن، عجله کن. تو قول بدی که هفته مهلت داری، هر کاری میتونی برای نجات خودت بکنی، بعد از اون دیگه از من هیچ انتظاری نداشته باش. زود باش برو فرار کن. خیلی خوب، عجله کن. فردا صبح وقتی جنسا هم شد به من تلفن کن، هر چی خواستی بهت. باشه. حالش به هم خورده، داریم میبریمش مریض خونه. خیلی خوب، بفرمایید جلو من پشت سرتون میبینم. باشه. سلام. از سلام آقای بزرگزاده، حال شما چطوره؟ متشکرم جناب سروان، این آقایون با منه. معذرت میخوام، کمک از دست من برمیاد. خیلی ممنون، چیز مهمی نیست. خدافظ. شب بخیر. مرسی. من یه فکر تازه‌ای براش کردم، دنبالم بیاید. بچه‌ها
ماشین ورش کنین تو دره. این بمب ساعتی هم میزون کن روی یه دقیقه تا دیگه هیچ اثری از ماشین و خودش باقی نمونه. چش. بتا. نداریم؟ خیر قربان. پس بریم. شما تشریف ببرین، من بعدم میام. نمیشه پرویز. الان همه منتظر ما هستن. بیا با هم بریم. چشم، بفرمایید بریم. من باید برم. شما خودتون بسته شماره 6 رو با یکی از بسته‌ها عوض کنید. چشم، خیالتون راحت باشه. خیلی مواظب باشید. حتا. وای. هولک جاسم، بکش دیگه، من مردم. جعبه را حاضر کردی؟ بله. یا الله به جو معطل نشو. خیلی خوب. من اذیت بکنیم میکشمت میزنم گردن یکی دیگه. آیستا بابا بگه بیا بده من لنگش کن برو برکنه با جر میخوره جر میخوره مرز اونه جل خنس برکنه یه با جر میخوره هر ریت که تو داری مگرمش بچه چی میگی نین مرد؟ کجا رفتیم؟ اینجا، اینجا، بیا مردی بیا کجایی؟ اینجا، این بالا، همین بالا بده من تو بزو، بگی چیستی؟ دماغ سوزی میخرید چایی که تو اومد بزر ما بشم ممکنه بگیرنم تو برو بزرگ زاده رو خبر کن بیار اینجا ببینه این نوکس رو به اسم اون چه دست گلای آب میدن برو تو آفتابه نشه تا من برگردم قرقه بیا حالا چی کار کنیم ها؟ تو برای پرویز رو خبر کن من جلوی اونا رو میگیرم خیلی خوب نامردم رو در بینم کجا بزر میخوام برم دو سه نفر رو بزنم و برگردم قواست تو یه خورده با هم دست و پنجه من همین الان برگردم نمیشه من با از تلافی اون کتکایی رو که به رفیقم زدی داره را خیلی خوب اگه دلت میخواد من یه خورده ناز نازید بکنم حرفی ندارم بگی 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 بیا 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 خونه
خاله از این بره. بسم الله الرحمن الرحیم. دوشیزه محترم مریم بزرگزاده، به این جانب وکالت میدید که شما را بغد آقای پرویز بزرگزاده در بیاورم؟ دوشیزه محترم خانم مریم بزرگزاده، به این جانب وکالت میدهید که شما را بغد آقای پرویز بزرگزاده در بیاورم؟ پرویز خان. چیه؟ پرویز خان یه نوچوبا تشریف بیاری. کار مهمیه؟ آره زود باشی. خیلی خوب. داشم باشه. کجا داری میری؟ همینجا. یعنی چه؟ چی شده؟ چیه؟ دلاور اومد تو اسکله بسته شماره 60 رو گرفت. دلاور؟ آره. مگه اون زنده است؟ آره. ای بیورزا. داشم یه کار ماشه میبرم پیش اومده. الان برمیگردم. چه کاری واجب تر از این کاره؟ عجیبه. دخترم ناراحت نباش. زور تو بازم فراغونه و نمیدونم چی یا بزنم. کلک بزنم. دیگه چیزی با آخر عمرت نمونده. الان تو باطلت کنم. از دست من فرار کنی؟ همیشه آقا رو جناب سربان این شخصو بگیرید. دوز و قاتل. ایشون قبلا خودشو به ما تسلیم کرده. مدعیه که شما به اسم آقای بزرگزاده به وسیله این بسته ها قاچاق حمل میکنید. من این کارو میکنم؟ شما باور میکنید؟ من پسر خواهر بزرگزاده هستم. این دروغ میگه. خیلی خوب تشریف بیارین اینجا. رویو فکر خوب باشی واسه تو پخته. رویو دروغ میگن؟ فکر میکنم اینا اشتباه میکنن یا شاید میخوام برای من پاپوش درست کنن. معذرت میخوام عزیزم، تو اشتباه میکنی. پلیس قبلا همه جریانو میدونه. وقتی منم دستگیر کردن هر چی انکار کردن فایده نداره. پس اقرار کردی؟ متاسفم عزیزم. بله. پس فطرت عزیزم. جناب سروان همش شخصی رو این کلن بیا پدر من.
خدا به درد من دوچارت نکنه بسر. آخ سمرم. برای آخای تو دلاورا راست میگی سلام کجای با پیداد دیست کافت را میگره جافتر با ازده میده من برم آقای بزرگزاده رو بیارم اینجا تا بیگناهی اون به ثابت بکنم. برو ممنونم یه دقیقه موتور رو بده بینم yeah. زود بیا یا دلاور جواهر داری بده ببینم. شوخی میکنی؟ زود باش. زود باش تا تن تو سوراخ سوراخ نکردم.
اتاق جاندارمری؟ گردان دریایی، بگوشم. من سروان ملکوتی، الان پرویز بزرگزاده متهم فراری از حوزه استحفاظی شهربانی خارج و به حوزه استحفاظی جاندارمری در اروندرود متواری و قصد دارد با قایق از مرز خارج شود. دستور فرمایید نامبرده را دستگیر و معرفی نمایند. حرکت چشم، بیان اینجا. از این به بعد کارخونه و تمام کارامو تو باید اداره کنی. خیلی خوشحالم که پرویز خائنو به من شناسوندی. اون به سزای اعمالش میرسه. در ضمن با عروسی تو و مریم موافقم.
خودم ترتیبشو میدم. انشالله که خوشبخت بشیم. خیلی ازتن ممنونم. قربون شما برم پدر زن. به سلامت. امام رفتیم با عیزتون. خوش اومدی. برماییم بری. خوش اومدی. ای شیطون بلا ها. خلوت کردم که شما تنها باشین. برو به نمکی. من خوشحالترم. خوشحالتر درم.